63 تماس حاصل فرمایید. کنیم شب میرسیم. حتی زود بریم، یه نفر میخوان بکشن. نه آخه نمیدونیم. گفتم نه آبادی نه، من برسونیم به درویش و پوالی. کدوم طرفی؟ اونجاست، از اون سر بالایی برید نزدیک. سالی که نکوست از بهارش پیدا.
همه نرسته گرفتاش. خدا عاقبت چه بخیر. زند عاقبت همه بخیر انشاءالله رب العالمین. اتفاقی افتاده این جوان همین نزدیکی ها با تیر زدن. خودش خواست بیاریمش خدمت شما شفاش بدید. خداوند خودش شفا میده. درویشت با کرامت شما نجات پیدا کنه. بخوابونش هم اینجا فرزن. جای دیگه که من ندارم. الله که حالش خوب میشه. بذارید همینجا استراحت کن. از اینجا تکونش ندید تا من براش مرهم بیارم. چیزی نیست، خوب میشه. والله اسد اگه با این همه خونریزی درویش معالجش کنه واقعا معجزه کرده. زکی اگه تو این معرکه این دو مثقال خون ما به هدر نره معجزه است، نه این. کار امروزم اینطور که معلومه امشبم باید تو این کوه ها بمونیم. اگرچه کلبه درویش کمتر از کوه و بیابون نیست، ولی خب قدم مهمون روی چشم ما. بفرمایید. نجات بده کردیم، ولی بهتر بود که میمردم. چرا؟ برای اینکه ماموریتی داشتم که دیگه حالا نمیتونم انجام. ماموریت چی هست که اینقدر اهمیت داره؟ نجات یک خانواده است. اگه از من کاری سخت است بگو. آره، اگه از ده دالاهو عبور کردین. اتفاقا ما همونجا میریم. اونجا با آقای حجاب نظام بگید که محمد و فرهاد خان تیر زد، نتونست پیغام شما رو شاید سلطان برسونی. هر پیغامی داری بگو. من رشید پسر ارشد سلطان هستم. راست میگه. رشید خان از بازره. خب باور کردی؟ آره. بگو حجاب نظام چه پیغامی دادی؟ حجاب نظام گفتش که هر طوری شده شما رو پیدا کنم. خدا رو شکر که خیالم راحت شد. ای آقا دستم به دامنت، به دالاهو مواد بری پیش عمود کمر قتلتو بستم. همون فرزند مزاحمش نشید، بگذارید استراحت بکن. پدر واقعا معجزه کردید، باور نمی کردم. مشیت الهی است فرزند. مرهم برای زخم و دوای مارگزیدگی برای ما مردم کوهستان خیلی ضروریه. خب پدر، پس او رو به تو سپردیم. ما همه سپرده به خداوند و در پناه او هستیم. برو فرزند به امان خدا. خدا پشت و پناهتون باشه. برید به سلامت. التماس را دارید. سلامت. سایت میکنم نشه. خدا به کمک. خدا یا خودت به این حال کمک. خدا پشت و پناهتون باشه. به امان خدا. خداوندا خودت به تمام بندگان رحم. اینم بازم
میخواد بری ور دل عمود؟ حالا که حتما باید اونجا بریم. منتها ما رو که نمیشناسن، ناشناس میره. به نظرم دلت میخواد ما رو بزنن لطو پار کنن ها؟ میخوام به خانم بگو چادر حاضره. الان شیشو بش بیا، تو که تخته بلد نیستی بازی کنی. بیا بشی فراد خان، بیا بشین خود بازی کنیم. چقدر قهر میزنی، همش که نمیشه تخته بازی کرد، خفم کردی. آخه میدونید قربان وقت نداریم، باید بریم. شما هم ناراحت نشید، امروز آقای حجاب نظام در خدمتتون جور ما رو میکشن، فردام که شما برای شکار به چادر تشریف میارید تا غروب در خدمتتون تخته میده. بسیار خوب باشه، بازی کن ببینم. زود باش. بله بله. چهار و سه. باریکالله. شورش در نره، یه وقت پتمون رو آب میفته. خیلی باید مواظب بود. بلش کن بابا، این خر رو باید بیپالون سوار شد. تا دهنش رو ول کنی لگد میندازی. قلبش نه تیمون؟ آها بله خودم دارم، صاف خود تو قلبش. قرار بود تحقیق کنی اون دو سواری که ترسیدن کی بودن؟ تا بال کسی وارد ده نشته سپردم، هر کس اومد ما خبر بدن. حالا این مطلب مهم نیست، ما کارهای خیلی واجبتر از این داریم. حالا نمیشه راست خاطر این دخترمویی که ندیدی و نمیشناسیش ما رو به خطر نندازی؟ اینقدر حرف نزن، حوله بده من. پدرم در اومد، بیا اینم اولش. بلند شو بینم. حالا نمیشه توی ساب مرده دست روی کثیف تو نمیشستی. بلند شو بینم مردنی. اینا کیه؟ خب آقایون، من دکتر همایون، اینم اسد همکار منه که سالهاست با من همکاری میکنه. ما برای پیدا کردن بعضی از گیاهان طبی و مطالعات امراض بومی به اینجا آمدیم. فرهاد برادر من، این ده هم متعلق به ماست. خوش اومدی. آقایون از کدوم طرف تشریف آوردن؟ لابد از اون طرف. بله از این سمت. حالا میخوام یه خود خستگی در کنیم، بعدم بریم به دامنه اون کوه. بله برای گیاهشناسی مجبوریم بزنیم به کوه. بله اتفاقا حریف تخته خوبی برای خام پیدا شد. انشالله که از بازی تخته نرد اطلاع داری. شوهرم خیلی به این بازی علاقه داری. ممکنه خواهش کنم چند روزی مهمون ما باشیم؟ این نهایت افتخار ماست خانم. فرهاد پس با تیمور برو چادرها کارا رو مرتب کن، منم آقایونو به قلعه راهنمایی میکنم. وجود تو اونجا ضروریه، تیمور میتونه آقایونو به قلعه ببری. نه چون من آقایونو دعوت کردم خودم میبرمشون. شما برید. بیا برید. بفرمایید سوارشید برید. بفرمایید. خانم ممکنه مزاحم بشیم، اجازه بفرمایید همینجا خستگیمونو در کنیم بعدم بریم. نه خواهش میکنم. بفرمایید. بریم بابا دیگه، سورچرونیه. یالا اینا که خیس کرد، شاید یه شلوار از خان بگیرن. خان تا کی نشستی تماشا میکنی؟ این پسر فرهاد با آذر هر کاری دلش میخواد تو این ده میکنن.
احساسات بریز باز که شروع کردی به این حرفا. آخه خان تو متوجه جریان نیستی، معلوم نیست تو این ده چه سری هست که اینا این وضعو پیش آوردن. به تو هم که راست چه نمیگم. چه سری؟ تو خیال میکنی اینجا گنج بده کردن؟ لابود از گنجم مهمتره، بلیلا این همه کشتار اذیت نمی کردن. مگه یادتون رفته که چند تا چپور تو اون دره کشته شدن؟ از بس اونجا خطرناکی اسمش گذاشتن دره مرد. شش است و چهار، گل است و بهار. بفرمایید دکتر، بفرمایید. آقای دکتر همایون. سلام عرض میکنم. به به، خیلی خوش آمدید. خیال میکنم در بازی تخت نردم خیلی مهارت داشته باشم. خیلی خوش آمدید، مزین فرمودید. خواهش میکنم بفرمایید. ایشونم اسد خان. خیلی خوشبخت شدم. خواهش میکنم بفرمایید، منزل خودتونه. ایشون معاون آقای دکتر هستن. خیلی خوشبخت شدم. خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم آقای حجابنه، برادر زن مرحوم من. خیلی هم بد تخت بازی میکنند البته. بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید آقای. بفرمایید آقای حجاب. خواهش میکنم. آقایون مامورین دولت هستن؟ نه خیر قربان، برای مطالعه بعضی گیاهان طبی به اینجا آمدیم. ضمناً اگه فرصت باشه بعد اون نمیاد گردش و شکاری هم بکنیم. چه وقت خوبی تشریف آوردید. اتفاقاً ما در یلاقهای اینجا شکارگاه‌های خوبی داریم. دو سه روز دیگه میریم اونجا، شما هم تشریف بیارید در خدمت باشیم. خواهش میکنم. من قبلا فرهاد تیمور رو فرستادم اونجا رو مرتب کنم. اتفاقا برای آقای دکترم خیلی خیلی خوبه، چون برای جمع‌آوری گیاهای طبی اومدن اونجا، هم همه جور گل گیاه پیدا میشه. متشکرم. والا بیشتر از این نمیخواستیم مزاحم شما بشیم. ما فقط قصد عبور از اینجا رو داشتیم. این مهمان نوازی شما رو هیچ وقت نمیتونیم فراموش بکنیم. اتفاقا این پیش آمد برای ما خیلی مفیده. برای من نهایت سعادته اگه خان شخص واردی رو در محل به من معرفی بکنه. تا راجع به امراض بومی اینجا متشکرم. توضیحاتی بده. اون وقت با خیال آسوده ممکنه چند روزی در اینجا خدمتتون باشیم و در شکار با شما شرکت بکنیم. آقای حجاب نظام اگه اوقاتشون تلخ نشه از همه ما بزرگتر هستن. به هر قدر در بازی تخته ناشی هستن در توضیحات استادن، میتونن راجع به امراض بومی اینجا با شما صحبت کنن. منم به این مطالب خیلی علاقه دارم، میتونم به موقعش به شما کمک کنم ای دکتر. متشکرم. فرهاد خان زهره مار چه خبره باز؟ اومدم بگم خاطر شوردن. بعد از اینکه اومدن خبر میدی؟ برو گمشو. خوب تقسیم کردی. از دوری آقای دکتر ناراحتی ها؟ با من کاری نمیتونم بکنم. آقای حجاب نظام حالا خواهش میکنم بیشتر منو در جریان کارا بذاری. آقای دکتر افسوس که نمیتونم اسرار خانواده خودمو فاش کنم. دایی جان منم از خانواده خودتونم. من رشید برادرزاده خانم که برای اولین دفعه بعد از 15 سال به محل آبا و اجدادی خودم برمیگردم. رشید بفرمایید اینم تلس. تلس شکسته. نبادا خود تو بینو بشناسی. مطمئن باشید حالا پس منو بیشتر در جریان بگذاری. نازنین دخترمون کجاست؟ ندیدمش. از وقتی تو رفتی خیلی اتفاق افتاده. بشین برات بگم. بله یادمه که تو 4-5 ساله بودی. پدرت با برادرش قهر کرد از اینجا رفت. درست همون روزا خداوند یه دختری به عمود داد. مادرتون رو نامزد تو کرد و این تلسم خانوادگی رو شکست. نصفشو به گردن تو و نصف دیگه شو به گردن دخترموت بست.
وقتی که اون زن با محبت از قصه دشمنی بین دو برادر جوون مرد شد، تو رو پدرت با خودش برد. خب بعدم رفتی فرنگ. همین وقتا بود که عمود عاشق آذر شد و با این زنی که بی حیا عروسی کرد. چند وقت بعد نازنین کوچولو ناپدید شد. دایی جان چطور ناپدید شد؟ والا معلوم نشد، ولی من گمان میکنم آذر از حسادات سر به نیستش کرد. خب دایی جان این فرهاد کیه؟ این مردی کم یکی دو ساله که اینجا پیدا شده، خودشو برادر آذر معرفی کرده برای تصاحب ملکی که حقا جایزه نازنینه. هزار حق بازی و جنایت میکنه. چیز عجیبیه. بله، عمو تو که زندگیشو در عشق آذر و بازی تخت نرد میشه خلاصه کرد، چشم بسته تسلیم تمایلات آذره. همین روزاست که تمام املاک و دارایی خودشو به آذر سلخ کنه. نمیدونم در این املاک فرهاد چی پیدا کرده که همه اهالی رو به ساتو آورده اونجا و... بله آقای دکتر، شکار ایلاتی خیلی دیدنی، شما باید حتما تماشا کنید. بله آقای دکتر، باید حتما تشریف بیارید. حالا لابد داشتین از دایی جون راجع به امراض بومی تحقیق میکردین، اینطور نیست؟ بله. وقت زیاده، به این زودی که نمیذاریم شما از اینجا برین. تازه داریم بهتون آنس میدیم. متشکرم. حالا چرا نمیفرمایید بشین؟ یا الله. اسد خانگی یک جفت بیارم بازی رو بردم. برید ایشالله جفت بشه. جفت نیست؟ پس نگاه کن. اینم جفت. الحمدلله. دارم کلافه میشم. راحت شدم. اسد خان یک دست دیگه تخته بازی. به سر خان دارم دیوونه میشم. مگه میشه شب و روز تخته بازی کرد؟ آخه قربونت برم. اسد جان تنها با این سرگرمیه که میتونم غم و غصه‌مو فراموش کنم. شما دیگه چه غمی دارین؟ ماشالله که از ثروت بی نیازی. زن خوشگلم که دارین. راستی شما اولاد ندارین؟ چرا؟ ولی خدا طوری اون از من گرفت که هنوز غم اون به دلم باقی مونده. بازی کنیم از سر که سر نوشتم مثل این مهره ها با زندگی انسان بازی میکنیم. سلام علیکم. اجازه هست؟ آه فراد خان بیا بشین ببینین اسد خان چه خوب بازی میکنه. خب برای شکار فردا چه کار کردی؟ قربان ترتیب کارا رو دادم، همه چیز مرتبه. شکارچیارم از دیروز فرستادم که شکارا رو جرگه کنن. آفرین. بریز اسد. بیا، اینم دوشیش. مرز میاره. یه دست که ما میبری میگه مرز آوردی. چی میگم؟ چون شکار از اون طرف بیشتر میاد، برای اینکه آقای دکتر هم سر شوق بیان، اون کومه‌های جلو مال ایشون. کی میره با آقای دکتر؟ من دکتر رو میبرم که شکار خوبی بتونه بکنه. فراد خان تو و تیمور هم کومه‌های وسط رو بگیرید. من و اسد خانم تو کومه‌های آخر میریم. ما بقیه همه شکارا رو فوراً جرگه کنیم. زود باشید. حرکت. تو از اون طرف برو. راستی دکتر شما اصلا از شکار خوشتون میاد؟ نه از هر نوع شکاری. اما من برعکس از هر نوع شکاری خوشم میاد. شما ممکنه.
شدیم؟ کجاتون درد میکنه؟ اینجا. اینجا است دکتر. قلبم. نه قلبتون زیاد ناراحت نیست؟ دکتر چطور نمیتونی ناراحتی قلبم تشخیص بدی؟ آذر آرام باش. تو شوهر داری؟ شوهر؟ تو اسم اینو شوهر میذاری؟ فرق نمیکنه، زن وقتی شوهر کرد مال شوهرشه. زن مال کسیه که قلبش متعلق به اون باشه. راست میگردن. چطور شده؟ یه خود پاشم ضرب دیده. حد سره داشت. تو که سوارکار خوبی بودی. میتونی تا کومه بیای؟ همین پشته. فکر میکنم. بری. خوب شد ها؟ این آقای دکتر واقعا معجزه میکنه. خیالت راحت بشه دکتر، تو اون کومه. چه طرز شکار کردنه؟ ها؟ همه شکارا که رم کردن. کدومتون بی موقع تیر اندازی کردید؟ من بودم. از دست خوردم زمین، تفنگم داره. پام خیلی درد میکنه. برگردیم به چادر، حالم هیچ خوب نیست. طوری که نشدید؟ نه. محمد، زود به بچه ها بگو اسبارو حاضر کنم برگردیم به چادرها. زود باش. بریم جناب. ظاهرش آدم خوبیه. نه آقا جون، این پسر مثل مار خوشخط و خال میمونه. سری که عده شما نیست ازش خوشتون میاد. نه به سر مبارکتون، ذاتش خرابه، بی خود بی جهت از همه ایراد میگیره. خانه آذر خانوم هم که بالا حرفش حرف نمیزنن. اصلا نمیدونم چطور شده که قاب اینا رو دزدیده. راستی ببینم اون طرف دره چرا اینقدر رعیت کمه، در صورتی که آب فراوونی هم داره. فرهاد هم قدغن کرده کسی اون طرفا نره. هر کم رفته تالا کشته شده. میگن جن داره. لابد جنی هم که داره اسمش فرهاد خانه. اشتاد خان. خان داره منی صدا میکنه. الان برمیگردم. امون خدا. قربان، تعظیم عرض میکنم. آه اسد خان کجا بودی؟ بشین بیا تا نهار بیارن چند دست با هم دیگه تخته بازی کنیم. قربان به جان شما، سرما خوردم کمرم درد میکنه. کسی هم نیست که کمرم بمالونه. خب تاس انداختم و کمر صدمه نمیزنه. بریز.
عشق این پسر کورت کرده، تمام نقشه هامونو داری به هم میزنی. تو اشتباه میکنی فرهاد. نه خیر، من اشتباه نمیکنم. یادت کنایه زد گفتی راندازید قبلا دیده بودم؟ منظورش محمد بود. منم فهمیدم، اما چون ممکنه برای ما خطرناک بشی میخوام بکشمش طرف خودمون. ولی تو دیگه زیادی داری میکشیش طرف خودت فرهاد. این جوونیه که برای سنار پول تو این کوه کمر خودشو به خطر انداخته. چه عیبی داره برای اینکه خیالمون راحت بشه کمکی هم داشته باشیم تو این نقشه‌ای که داریم اونو با خودمون شریک کنیم؟ موافقی؟ آره موافق. تیمور؟ بله خانم. برو با آقای دکتر بگو من مریضم، برای دیدن من بیا. چشم. خب من میرم تو لباسم عوض کنم و خودم رو برای پذیرایی از آقای دکتر آماده کنم. اینم یه جفتش. واقعا شانس میاری. دو با یک. های آقا بازی نکن، حالا بریز. تیمور چه خبر؟ آذر چطوره؟ الحمدلله حالشون بهتره، اما میخواستن که آقای دکتر یه نگاه دیگه هم بهشون بکنن. گمان نمیکنم احتیاجی به من داشته باشن. عیبی نداره آقای دکتر، اصلا وجود دکتر باعث دلگرمی مریضه. یک سری بهش بزنید. برید خونه رو بستی ها؟ بابا افشاری که گرفته بودن. خیلی خوب، بازیت بکن. جفشیش بازی نمیکنم، تاس میگیری. من کجا تاس میگیرم؟ ما که از جای دیگه شانس نداریم. حالا که تخت بازی مفتکیه هی علکی ور ور میاد. بازی دیگه بکن. بیا جفشیش. باز دکتر. با من فرمایشی داشتید خانم؟ میخواستم یه کمی با هاتون صحبت کنم. ناراحت نشید، فرهادم از خودمونه، غریبه نیست. من اصراری در زندگی ندارم ناراحت بشم. منظورم اینه که بیشتر با هم خودمونی بشیم. موجب افتخار بنده. آخه دکتر شما هم یه خورده از وضع خانواده و کار و درآمدتون برای ما بگید. خوشبختانه در زندگی تنها هستم، حقوقم هم کفاف زندگیمو میده. دلتون نمیخواد پول دار بشین؟ کی از پول بدش میاد خانم؟ ولی اگه در این مسافرت مطالعاتم نتیجه مثبت داشته باشه، امیدوارم بتونم آتیم رو تأمین کنم. ما میتونیم شما رو صاحب همه چیز بکنیم. خانم ممکنه بفرمایید به چه ترتیب؟ فرهاد تو بی بگو. دکتر تو الان خودت نمیدونی، ولی روی گنج نشستی. نه نفهمی، منظورم نفتی. نفت، طلای سیاه. من پس از زحمات زیاد بالاخره اینجا معدن نفت پیدا کردم. در فرض اینکه معدنم کشف کرده باشید، مال دولته. چه مانعی داره مال دولت باشه؟ نوازش میدونی که زمینهای اطراف این معدن چه قیمتی پیدا میکنه؟ درسته، ولی شنیدم این املاک بیشترش متعلق به برادر خانه، مقداری مال زن سابق خانه که از قرار جهیز دخترش بوده. املاک زن سابق خان چون دخترش ضربه نیست شده در اختیار خود خانه، مقداری هم که متعلق به خودشه همین روزا قراره به من مصالحه کنه. ولی مانع مهم برادر خان و پسرش رشید هستن. اگه بتونیم این دو نفر رو از بین ببریم، میتونیم این املاک رو به مبلغ گزافی یک جا بفروشیم. اتفاقا دکتر که از اثر گیاهای سمی اطلاع داره، خیلی خوب میتونه به طوری که هیچ کس سوء زن نبره برادر خان و پسرش از بین ببره. از بین بردن رشید و پدرش برای من کار آسونی، اما به شرطی که... به چه شرطی؟ به شرطی که سهم قابل ملاحظه‌ای برای من در این کار در نظر بگیری. شما هر چی بخواین ما حاضرین بدیم. دکتر بالاخره با هم دیگه کنار میان. ولی بعید به نظر میرسه در اینجا نفت وجود داشته باشه. من فردا محلی رو بهتون نشون میدم که نفت از اونجا مثل آب میجوشه. همون جایی که تا حالا نذاشتم پای احدی بهش برسه.
پس از اطمینان به گفته هاتون حاضرم با تون همکاری کنم. فرام خان، خان با شما کار دارن. چی کار دارم با من؟ حالا برو ببین چی میگه، زود برگرد. دکتر، بشین باهات کار دارم. من میتونم به تو اطمینان داشته باشم؟ بعد از این همه صحبت تازه میپرسی؟ نه آخه، تا حالا نمیشد. این مردی که اینجا بود نمیتونستم حرفامو بزنم. والا خانم منظورتون نمیفهمم. خواهش میکنم واضح‌تر بفرمایید. آخه این مطلب خیلی مهمه. با زندگی آتی من بستگی داره. مطمئن باشید. دکتر لابد حس کردی چقدر به دلاغ من شدم. اگه به من قول بدی مال من باشی، از بین بردن فرهاد کار خیلی آسونه. میدونید خیلی وقت از پیش شوهرتون آمدم، ممکنه خان مظلوم بشی.
دکتر با فرهاد دیروز صبح اول وقت رفتن، هنوز برنگشتن. منم خیلی دلواپسم، میترسم اتفاقی افتاده باشه. خان، دکتر مهمان ماست، برای ما خیلی بده کسی که به ما وارد میشه براش اتفاقی بیفته. پس چرا معطلید؟ چند تا سوار بردارید، اطرافو بگردید، پیداشون کنید. بیایید بریم، چادرهای ما نزدیکه، اونجا خوب میشین. یواش یواش در چیزی نیست، الان میرسیم. آورده بود اینجا رو بشتشون بده، ما که همه جا رو گشتیم نبودن. نمیفهمم پس چطور شدن. لابد بلایی به سر دکتر بیچاره آورده و خودش گذاشته فرار کرده. خانم ما شب و روز وجب به وجب اینجا رو میگردیم، شما برگردید به چادراتون و خیالتون کاملا راحت باشه. خانم منم با تیمور میرم، من بدون دکتر نمیتونم برگردم. اگه براش اتفاقی افتاده باشه پدرش پدرم در میاره. خیلی خوب، تو هم برو. نازنین همینطور گرم گرم بده بنزن بفرش. بگیر بابا. بابا که پاشو خیز کن بذرو پیشونی. یلا تموم شد، تموم شد. آقا راحت شدیم؟ پام خیلی زیاد درد میکنه. پوست گوسفند رو کندیم گرم گرم انداختیم به پاد، اگه پاتو تکون ندی خیلی دود خوب میشه. ناراحت نباش بابا چون. خیلی متشکرم بابا جون. دیگه باش حرف نزن، بذار بخواه. خیلی خوب باش. آخه
خدایه این مهمون ما شفا بده. دختر جون عرق شد، حالش بهتر شد. خدای من چه زود دعای من متجاب کردی. نازنین دوستش داری؟ یادت هست دخترم که همیشه خواب میدی با میاد و تو رو با خودش میبره؟ بابا از مرگ نجات داده. من همیشه ممنون شما هستم. خدا کنه زودتر از این ناخوشی پاشی. وقتی که خوب شدین از اینجا میرین؟ آره. کجا میرین؟ مگه من برم تو ناراحت میشی؟ ولی من هیچ وقت تو رو فراموش نمی کنم. اگه تو بخوای همینجا فعلت میمونم، جایی نمیرم. اگه گوش نتونی یه چیزی بیارم بخوری. نه تو همینجا پلوی من باش، جایی نه. بیا نمیدی مرسی که مگه لالی گفتم اگه رفیق اون اینجاست بگو درم و درم از دستش گشتی. الله الله عجب مرسی خرفتیه. گفتم 20 روز اینجا چادر زدیم هیچ کس هم ندیدیم بالا. از قیافش معلومه داره دروغ میگه. ما بعد چادرا رو بگردیم. چادرای ما گشتنی نیست. بریم پیکاتون یالا. مثل اینکه این نمیدونه ما کی هستیم. میدونی ما کی هستیم؟ اسد خان. با اینا که نمیشه کلنجار رفت. یه وقتی زن آدمو کشتن. تو این بیابونا کی به داد آدم میرسه؟ ما دو نفر که از پس اینا بر نمیایم. بیبریم بابا. نازنین تو رو به خدا من از شر این پوست دیگه نجات بده. پام دیگه خوب شده. خیلی خوب. بشین روی سنگ تا برات برارم. نترس نازنین،
میخواستم این گردنبند تو ببینم، خیلی قشنگی، از کجا آوردی؟ مثل این که یه تلسمی که شکستن، نصف دیگهش کجاست؟ تلسم شکسته بابا. خب دخترم چه مانعی داری که این آقام بدونن تو از خانواده بزرگ و محترمی بودی؟ بله آقا، این یک تلسم خوشبختیه که از بچگی گردن این دختر آویزون بوده. تو رو به خدا بگید مگه این دختر حقیقی شما نیست؟ ماجرای تلسمی که گردن نازنینه چیه؟ حالا که شما مرد خوبی هستین و نازنینم به شما علاقه پیدا کرده، حاضرم که این داستانو برای شما تعریف کنم. گوش کن. درست یادم نیستش که چند سال پیش بود، ولی میتونم بگم که در حدود 16-17 سال پیش این اتفاق افتاد. بله، گرچه یادآوری خاطرات گذشته خیلی برای من ناراحت کننده است، ولی اون سال قحطی هنوز ایل ما خیلی بزرگتر از حالا بود و ما مجبور بودیم برای تهیه علوفه مالامون مرتبا از اینجا به جای دیگه کوچ بکنیم. بله یادم میاد که یک شبی همینجا اتراق کرده بودیم. وضعمون خیلی بد بود و من در فکر تهیه خوراک برای اهالی چادرامون بودم. بله همینطور که من در فکر بودم دی به دست من سپرد و الان بیش از 15 ساله که من از این دختر مثل چشمم نگهداری میکنم. کم کم افراد قبیله ما از بین رفتن، فقط من موندم، نازنین و با چند تای دیگه. این تلسمم از اون وقت حالا همیشه به گردنش آویزه. قربان اون بره رود کنم کنه سلاش کن بیار زود باش. تو رئیس این قبیله هستی؟ سه آدم های من اینجا آمدن و ترفی کردی. قربان یه سوالی از من کردم، منم جوابشونه دادم، همین. آچه خیلی خوش آمدید خان. اه توی دکتر اینجا چی کار میکنی؟ تمام کوها رو دنبال تو و فرهاد زیر رو کردیم. فرهاد کجاست؟ نمیدونم، مگه پیش شما نیومد؟ نیومد. چطور؟ ما با هم دیگه بودیم، او از من جلو افتاد، موقعی که من از کوه بالا میرفتم پام لغزید تو دره افتادم. وقت نازنین من نجات داد. نازنین؟ دختر قشنگیه خان. اینطور نیست؟ دختر بیا جلو ببینم. راستی چیز عجیبیه. چقدر شبیه رازی زن سابق منه. دی اسمت نازنینه؟ اسم گم شده من هم نازنین بود. از کجا که نازنین همون دختر شما نباشه؟ نازنین دختر اصلی و حقیقی خودتونه. اینم دلیلش. نازنین دخترم، خدایا به درگاهت شکر. چه قشنگ و زیبایی دخترم، اینن مثل مادره. آه دختر عزیزم. گم شده ای منو پیدا کنید. نازنین من، بابا جان، نازنین من، از این به بعد به جای غم و قصه عیش و عروسی و شادی خواهیم داشت.
نازنین، تو نامزد خوبی هم داری که از سرنوشت تو اطلاعی نداره. قرار همین روزا به سراغ تو بیاد. اون رشید پسر عموته که مثل تو نصف این طلسم به گردنشه. نازنین دخترم، دیگه رنج و زحمت تو هم تموم شد. منم خیلی خوشحالم که بالاخره نازنین پیدا شد. اونو مثل دختر خودم دوست دارم. نازنین آذر نامادری توه ها. منم خوشحالم که امانتی شما رو بعد از سالها صحیح و سالم بهتون پس میدم. ممنونم. از این به بعد به جای برادر من خواهی بود. بریم بچه ها، بساط عیش و شادی رو راه بندازیم. در الحمدلله فرزندم پیدا شد. این همه ملک و املاک بعد از من صاحبی پیدا کرد. بریم. پیداش کردی؟ آوردیش؟ بله خانم، پشته. اما آقای دکتر پیدا شده. حالا با اون کار مهمتری دارم. مواظب باش کسی اون برا نیاد. خب؟ چشم خانم. همینجا باش. چشم. چند دفعه به من خدمت کردی. اگه این دفعه هم بتونی مشکلمو حل کنی؟ خیالتون راحت باشه خاطر. همونطور که به تیمورخان عرض کردم، این مار چلکشو میکنه. ببینم اون علفی که میگفتی مار دوست داره همراه آوردی؟ بله خانم. کجا؟ اینها. بفرمایید، فقط مواظب باشین دست خودتون بو نگیری. مار کجا؟ اینجاست. بفرمایید. اینی که مار سراغ کس دیگه نمیره؟ مطمئن باشید خانم، این مار جای دیگه نمیره. یک راست به هوای بوی این علف میره. خب اگه به مقصود رسیدم انقدر بهت پول میدم که تا آخر عمر راحت زندگی کنی. خدا عمر عزت به زیاد کنی. باش کسی من نزدی موقعش میمدم تو. زود برو تو اتاق من، حالا همه میان اینجا، بعد هم دیگر رو میبینیم. باشه. به به نازنی، ماشالله چقدر خوشگل شدی. این لباسم خیلی بهت میاد. نه ترس، نمیخوام این تلسم از گردنت باز کنم. ببین این گردن بند و بنداز گردنه تا تو جشن خوشگلتر بشی و بیشتر جلب توجه کنی. نازنین، تو جشن جای تو اینجا. اینجا
دیگه نمیشه طول داد. من بردم ایش میشه درویش وفا علی. ناراحت نباش. آرام باش عزیزم، آرام باش. بیا بهتر. من میرم ببینم چطور شده. تو قدری استراحت کن عزیزم، فوراً برمیگردم. بیاین از این طرف. بیحیای بیشر برای مال دنیا. دیگه موندن ما اینجا صلاح نیست. هرچی جواهر داری زودتر جمع کن تا نایمدن از اینجا فرار کنیم. یالا معطل نکن. گفتی که جواهراتمو بردارن تو با هم دیگه فرار کنیم. آره بد نگفتی. تو زودتر برو اسبارو حاضر کن، من همین الان میام. خیلی خوب. کار از کار گذشته. برو پیش درویش وفا علی، به خان خبر بده که فرهاد حجب نظامو کشت و آذر رو به زور با خودش برداشت برد. فهمیدی؟ فهمیدم. کدوم طرف میری؟ نمیدونم. فکر میکنم از طرف آبشار بزرگ. خیلی خوب. یک کمی از این شیر بریزید دهنش. این گردنبند کی به این دختر داده؟ والا نمیدونم پدر جان. آذر. این گردنبند ازش دور کنید. خدایا بندگان گناهکار و مقصر تو ببخشا. بار الها از گناهان اونها درگذر. اونها رو به راه راست هدایت فرما. بندگان مریض تو شفا بده. دختر عزیزم حالش چطوره؟ درویش حال دختر من خوب میشه. عمر بندگان خدا به دست خداست. عمر دختر شما هنوز باقیه. انشاءالله که خوب میشه. دکتر یک دفعه دیگه سعادت دخترم و مدیون شما هستم. خان شما نجات نازنین باید مدیون درویش باشید. واقعا معجز میکنه. حالش خوب میشه، مطمئن باشید. انشاءالله که حالش خوب میشه. تیمور چه نشستی؟ فرهاد اونجا دیدام کشت و آذر خانوم برداشت برد. چی میگی احمق؟ نفهمیدی کدوم طرف رفتن؟ چرا مرا رو بهتون نشون میدم؟ صبر کن منم با سوارا بیام. نه شما پیش نازنین باشی، اونو تنها نذارید. من میرم تکلیف فرهاد معلوم میکنم، آذر خانوم میارم. اصلا بیا بریم. زود باش بیا. استراحت کن دخترم، ناراحت نباش. دکتر مرد خیلی حسابیه، اونچی گفته انجام میده. کاش نامزده تو هم مثل اون بود.
خیلی خسته شدم. دیگه نزدیک غروبه. میترسم هوا تاریک بشه. بهتره همینجا نزدیک آبشار بمونیم. خیلی. خودش برین زینه ببرم. زین نیست که ما مونده. بیا پایین. دست رو دادن. یواش. آذر با خودش یه افتیر داشت. حتما اونا در همین نزدیکی هستن. تیمور تو برسط همینجا سنگر بگیریم. من از راه دیگه میرم ببینم چه خبره. خودتو به خطر انداختی. من یه مسئله جانم به شما مدیون بودم خانم. خیال میکردم منو دوست داری. بریم تا شب نشده به قلعه برسیم. همه منتظرم.
فغان من تو این شان آرزو بعد از سالها برادرم با من آشتی کرده، خبر داده داره میاد پیش ما. باید که استقبال گرمی ازش بکنیم. راستی چه خوبه ما هم بساط عروسی نازنین رو با پسرموش را بندازیم. باریکلا آذر جان، همین کاره میکنیم. تو هم میشه فکرهای خوبی داری. آقای دکتر، این عروسی خیلی تماشاییه. شما از آداب و رسوم عروسی کردی هیچ اطلاعی ندارین. خیلی جالبه. میدونم خانم، ولی متاسفانه من... نه آقای دکتر، بهانه نیارید. شما دیگه جزء خانواده ما هستین، حتما باید باشین. متشکرم. نمیدونین چقدر تماشاییه. عروس و داماد باید هر دوشون صورتشون رو بپوشونن. داماد عروس و سواره از بین همراهاش میدزده و با خودش به هجله میبره. همین که تو هجله داماد صورت عروس رو دید و برای اولین بار بوسید، اون وقت باید یک تیر شلیک کنی. بله، تا حدی از این مراسم خبر دارم، ولی متاسفانه در این مدتی که خدمت شما بودم هیچ کاری نتونستم انجام بدم. حالا که شما دارید میرید، برای من فرصتیه که با اسد اینجا بمونیم، مطالعاتمون تکمیل کنیم. فکر نمی کنم بتونم در عروسی شرکت کنم. اگه خان اجازه بفرمان همینجا بمونیم خیلی ممنون میشیم. اختیار دارید آقای دکتر، با این همه خدماتی که به ما کردید اجازه ما هم دست شماست. پس با اجازتون برم به بعضی از کارام برسم. خواهش میکنم، بفرمایید. بشین آذر جان، تو سلیقه و فکر خوبی داری. حالا که باید برای پیشواز برادرم به ده مجاور بریم، دلم میخواد به کمک تو برای نازنین عروسی آبرومندی در اونجا برپا بکنیم.
سرده من جانی تو، شور تو اگر به سرم نبود، عشقی به جهان دگرم نبود، گر جان ز تنم برود تو مرو بنشین که ز جان خبرم نبود. نازنین، از اینکه با پسر عموی شکم گندو سیبیلوت باید عروسی کنی ناراحتی ها؟ شنیدم آدم خوبیه. هر کی باشه فرق نمی کنه. من دلم بخواد زن تو بشه. خوشبختی تو در اینه که زن پسر عموت بشی. سرنوشت شما دو نفر با تلسم خوشبختی به هم دیگه بسته شده. کاش این تلسم کردن تو. آقا دکتر. خب من دیگه باید برم. خداحافظ نازنین. دکتر یه خروار علف چیدم، مقدار زیادی هم یونجه قاطیشه. بفرمایید مطالعه کنید. حالا موقع شوخی کردنه؟ طفلک خیلی ناراحته. این چه جنگولک بازیه؟ دل دختره رو آب کردی؟ میخواد خودتو معرفی کنی دیگه. مگه آذر نمیشناسی؟ به محض اینکه موضوع رو بفهمه دوباره کار خراب میکنی. بذار همین جوری کار تمام بشه. من که نقشه ها رنگ و رنگ تو سر در نمیارم. بیا بریم بعد میفهمیم.
خواهش میکنم، مرا خجالت زدی، خواهش میکنم. حالا چطوره؟ چه عجب از این برا؟ راستی خواهد سیبیل گذاشتی؟ به مناسبت عروسی دخترمه. منم باید خوشگل بشم، نه؟ راستی دکتر کجاست؟ جدا مشغول مطالعاته. راستی جشن باشه کوی. تو نمیرخصی؟ والا قیه تو کمرم خوش شده، ولی خوبی جاش نیست. قربان تخت حاضره، نمیزنی؟ باز دلت برای جفت شیش تنگ شده، ها؟ تو ناجنس دست میگیری، نباید بازی نمی کنم. راستی بینم کمردارده چطوره؟ تا روغنه رو میمالم، راحتم. همچی که تموم میشه، درد شروع میشه. متاسفانه اینجا روغن موغنم پیدا نمیشه. زن من مثل مادر نازنین دوست داره، همین الان پشت هیزه منتظره. وقتی تو هیله رفتن
مثل این که پسر تو از مراسم عروسی ما خبر نداره. نمیدونه تا روی عروس دید باید تیر بندازه. نه برادر، پسر من مراسم عروسی ما رو خیلی خوب میدونه.